اون خواهرهایی که به نام هنرمند در حضور مردم کنسرت میگیرن و میرقصند. چی جواب میدی در پیشگاه الله متعال روز قیامت؟ الله متعال تو خواهر مسلمان را به حجاب به خاطر منافعی که به خودت داره فرا خوانده و تو به عنوان یک مسلمان به دستور پروردگار پشت پا میزنی و در حضور نامحرم ها می ایستاد میشی و می رقصی و می خوانی و جمع کثیری را در دور برت جمع می کنی و اونها را به گناه آغشته می کنی، روزی در پیشگاه الله چی جواب می دی؟ الله متعال از تو خواهد پرسید، الله متعال از تو خواهد پرسید، خاصتاً چند نفر را من نام می گیرم. قبل از اینکه من این صحبت را بکنم، قبلا برای بعضی از دوستان تذکر داده بودم که این صحبت را خواهم کرد و برخی نام ها را دوستان برای من فرستادن. از اینها من اینها را خواهر میگم، بعضی از دوستان ناراحت میشن. اینها خواهران ما هستند، اینها از همین سرزمینن و اینها ادعای مسلمان بودن میکنن و مسلمانن. نمیتونیم اینها را بگیم کافرن، ولی به خطا رفتن، راهشان خطا است. اون خواهر ما آریانا سعید، نمیدانم سیتا قاسمی، غزال عنایت و چندین نفر دیگر که من نامهایشان را بلد نیستم. خواهرانم، دست بکشید از این کارها. ملت مسلمان روزانه هزاران نفر به قربانگاه کشانده میشه، صدها و هزاران نفر به قربانگاه کشانده میشه و کشته میشه و شهید میشه و از دنیا میره شهید باذن الله. اون وقت شما کنسرت میگیرید. این از خدمت شما به کشورتان، این از خدمتتان به مردمتان، این است دوستیتان نسبت به برادران و خواهرانتان. الله متعال تو خواهر مسلمان را دستور به حجاب داده. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. الله تو را به جلباب دستور میده، روپوشی که تمام بدنت را بپوشه، اما تو با این لباس، لباس تنگ و نازک، میای در محضر مردم ایستاد میشی، میرقصی. الله متعال سبحانه و تعالی میگه ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، و همچنین الله متعال سبحانه و تعالی میگه ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. برای زنهای مسلمان میگه آیه 31 سوره مبارکه نور، خواهرم برو این آیات را مطالعه بکن تو که مسلمانی. الله میگه زن مسلمان نباید پای خود را محکم به زمین بزنه تا صدای زنگوله های پایش جلب توجه بکنه برای نامحرم ها، اما تو میای در محضر عام استاد بشی میرقصی. چی جواب میدی در پیشگاه الله؟ اونهایی که به خاطر این عمل کرده تو به گناه کشیده میشن چی جواب میدی در پیشگاه الله؟ الله متعال از تو میپرسه اینها را، مطمئن باش. الله متعال بر زنان پیامبر میگه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شما صداهای خود را ای زنان پیامبر نرم و نازک نکنید تا کسانی که در قلبشان مرض طمع شما را نکنند. این در مورد زنان پیامبر که مادران مؤمنانند. در مورد تو چی خواهر مسلمانه؟ میای موسیقی مینوازی و میای صدای خودت را نرم و نازک و با عشوه و با کرشمه میخوانی، و آن وقت در پیشگاه الله چی پاسخ میدی؟ الله متعال سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان بر زنان پیامبر میگه فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من ورای حجاب، سوره احزاب. میگه اگر شما از زنان پیامبر چیزی را خواستید، از پشت پرده از آنها بخواهید. خواهر مسلمانم، میای در کنسرت در حضور همه رقص میکنی، آن وقت چی جوابی آمده داری در پیشگاه الله متعال؟ حجاب پوشیشت، حجاب رفتاریت و حجاب گفتاریت همه وجود نداره در حالی که تو یک مسلمانی. و الله متعال در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مسلمان ها و ای مؤمنان با تمام و کمال به اسلام داخل بشید. چی جواب میدی در پیشگاه الله متعال سبحانه و تعالی؟
این گناهت متعدیه، گناه جاریه هست، نسبت به دیگران هم سرایت میکنه، دیگران هم به گناه مبتلا میشن. و ای برادرم و ای خواهرم، اونی که تو در کنسرت در اونجا میری شرکت میکنی، اولا برادران و خواهرانت در افغانستان تک تک و پارچه پارچه میشن، خواهر و برادر مسلمانت در گوشه گوشه دنیا تک تک و پارچه پارچه میشه، تو اونجا میری خوشحالی میکنی و میرقصی و سر و کلت میزنی. اون پولهایی که در اونجا مصرف میشه، نمیتونید این را به فقرا بدید، به مساکین بدید؟ نکنید دست بکشید. و والله قسم اینها در پیشگاه الله متعال تک تک از این اعمال پاسخ داره و باید پاسخ داد.